ممکنه من نوعی راضی بشم که هر شب نون و پنیر بخورم، یعنی گوشتم نخورم، خورشتم نخورم، نمیدونم یه بوغلمونه که جای خود چیزی که تو فرهنگ عامیانه ما، ولی میگن آقا قدرت دست توست، مملکت دست توست، همه سرسپرده تو هم. شکوه فرمان روایی چیزی کمی نیست. راسل میگه، میگه که چیزی که هست یکی قدرت، یکی هم همین شکوه. هر جفتشو داره، حسینیه داره، نمیدونم دم و دستگاه داره، سپاه داره، ارتش داره، آدم داره، کارخونه داره، نمیدونم همه چی داره. حالا زندگیش مثلا عواش هم من نمیدونم، واقعا من وارد تخصص که ندارم، حالا عواش اینطور یا قضاش اونطور، چه کار باید آقای خامنه بکنه؟ همه صدا سیما، همه تبلیغات، همه حوزه های نماز، همه در واقع دفاتر خارج از کشور، هر چیزی الان در خدمت تبلیغ ایشونه. مگه شوخی اینا رو نمیخوایم ما ببینیم؟ یعنی واقعا نمیبینیم، متوجه نمیشیم که ایشون همه وسایل جامعه رو برای تبلیغ خودش در نظر گرفته؟ هر جوری که شما حساب بکنید، نمیدونم 10 تا کانال، 20 تا شبکه، اینا همه دارن میگن میلیارد ها داره هزینه میشه برای تبلیغ ایشون داره میشه، مگه بعد چیکار بکنه؟ آره ببینید، سلطنی که احساس بکنن مردم میخوانشون لذت خیلی زیادی داره، یعنی فوق العاده جذابه که حاکمی یه سلطه‌گر یه شخصی احساس بکنه مردم میخوانش، برای همین همه کار میکنه. یعنی تو نیستش که بگه من شما نه، من رو تقوا دارم، میگم من شما این کار رو اتفاقا دوست داره مردم بیان اون پایین ایشون رو بالا دستکون بده. این فوق العاده براش جذابه، این فوق العاده براش حاله سحره. نمیخوام اینا رو ببینیم؟ یعنی واقعا وقتی میاد تو دلش میفته که آقا این کارو چی میکنی، برید، من نمیخوام بتون، من نمیدونم سختمه. واقعا اینطور نیست. یه انسانی است که ماده یه قدرت ماورایی بهش داده شده با این همه امکانات، اهرمای قدرت، معلومه که کیف میکنه، خوشش میاد. خب اینو برای که قدرته، خب برید کنار، به خاطر همون حسن و حسین و فاطمه و علی برید کنار.